آقای سعید دلخوش و خانم مهناز اکرامی تازه با هم ازدواج کردن و برای شب عروسی جشن مجللی هم گرفتن. اونا هماهنگی جشن رو به یک برگزار کننده حرفه‌ای سپردن و خیلی هم از مراسم ازدواجشون و برنامه‌ریزی اون راضی بودن. اما آروم آروم اتفاقاتی برای اونا میفته که میفهمن اشتباه بزرگی مرتکب شدن که اجرای مراسمشون رو به بهزاد شفیعی سپردن. آقای بهزاد شفیعی کسی که مدیر برنامه‌ریزی مراسم اونا بوده حالا در دادگاه حاضره تا به اتهامات اونا پاسخ بده، هرچند خودش معتقده که این مراسم رو هم مثل هر مراسم دیگه‌ای با بهترین کیفیت برگزار کرده و هیچ اشتباه یا کوتاهی در اجرای اون مرتکب نشده. سلام علی جناب. مؤدب باش آقا. خیلی خوب. خانم مهناز اکرامی، آقای سعید دلخوش. بله آقای قاضی. شکایت کردید از آقای بهزاد حیدری به اتهام انتشار تصاویر خصوصیتون توی فضای مجازی. بله آقای قاضی. خب شغل چیه آقای حیدری؟ بنده ایونت پلانر هست. خب همون برگزاری مراسم دیگه. بله بله. خب چون فارسیشو نمیگی دیگه گفتم مگه برای ما ایرانی ها کار نمیکنی؟ بله بله. البته بین المللی هم کار میکنم ولی چشم از حالا برای ما فارسیشو بگو قشنگ تره. تو اختیار به خودته. حالا نه هرچی شما بگین هرچی شما نصف. خب یه توضیحی راجع به شکایتتون بدین. من و خانومم تازه ازدواج کردیم. به سلامتی انشالله. به پای هم پیر بشی. قبل ازدواجمون دنبال این بودیم که این مراسم خیلی خوبی برگزار کنیم. از دوست، آشنا، کسایی که مراسم برگزار کرده بودن سوال می‌کردیم که یه نفر که مطمئن باشه، معتمد باشه، کارش خوب باشه رو بتونیم پیدا کنیم مراسممون رو برگزار کنیم. تا اینکه توی مراسمی که با خانومم رفته بودیم یکی از دوستای خانوادگیمون این بی وجود معرفی کرد. آقا لطف کنید. یارو قاضی توهین نکنید. خواهی قاضی ایشون از اعتماد ما سوء استفاده کرده. این خیالش هم نیست. اعتبار من بود عزیز من. اعتبار من بود. اعتماد چی می‌خواستی بکنی؟ اعتبار تو اصلا اعتبار داری؟ سالون می‌گرفتی به اعتبارش پولو با مرغ می‌دادن. مثلا من 20 مدل واسط غذا نمی‌دادم. پولشو دادم. اینجوری صحبت نکن. قیافت اون شکلی نکن برام. آقای قاضی پکیج طلایی ما رو اینا انتخاب کردن که 500 میلیون تومان. پکیج کلاهبرداری. پکیج سوء استفاده از اعتماد مردم. اینا رو هم بگو. چند نفر مثل ما رو اینجوری بالا سرشون آوردی؟ چند نفر؟ بگو چند نفر اینجوری بالا سرشون آوردی؟ باشی که خیال من میذاری اینجا. پرچمت الان رفته بالا مرد حسابی چی داری میگی؟ افتخار باید بکنی که لوگوی من خورده. ببند دهنتو ببند. ببخشید آقای قاضی. آره استاد جان. فهم ریخت. دادگاه ادبیات خاص خودشو داره. بله میبینید که. آره سعی کنیم ادبیات دادگاه رو رعایت کنیم. منم با شما همراه بشم دیگه. خب؟ بله. حق دارن آقای قاضی. آه حق دارن تو دادگاه من عربده بکشن. آقای قاضی با آبروی ما بازی کرده. عکسای عروسی ما رو پخش کرده. ببین هر اتفاقی که افتاده باشه نظم دادگاه رو رعایت بکنید. خب گفتین که کی به شما معرفی کردیشون؟ دوست من بودن. خب بعد مراسم خیلی عالی بود. مراسمی که دعوت بودیم خیلی عالی بود. عکس فیلم برداری پذیرایی همه چی عالی و فوق‌العاده بود. ما تصمیم گرفتیم که برای مراسم خودمون بله با این آقا قرارداد ببندیم. ولی خب ایشون از اعتماد ما سوء استفاده کردن آقای قاضی. خب چی بود قضیه؟ داستان از این قراره که آقای قاضی این آقا عکسای عروسی ما رو تو پیج اینستاگرامش پخش کرد. میدونم. عکسای ما پخش شده. آبروی ما رفته. تا دلتون بخواد زخم زبون خوردین. آقای قاضی خانواده من، خانواده همسرم مدام دارن سرکوف میزنن به خاطر این مرتی که به خاطر این مرتی که آقای قاضی من اصلا دلم نمیخواست عکسام دست همه باشه. همه دارن پشتم حرف میزنن. اصلا من الان نباید اینجا باشم. من الان باید ماه عسل باشم. من سفر داشتم کنسل شد. ادامه بدین خانم. همین
مدت زیادی نگذشت از عروسیمون که همه راجع به عکسای من داشتن نظر میدادن، کسایی که اصلا تو عروسی من نبودن. خیلی دردناکه آقای قاضی. بله آقای قاضی، یکی از دوستای منم که دوران دانشگاه با هم دیگه هم کلاسی بودیم، من اصلا تعجب کردم، به من زنگ زد عروسی منو تبریک گفت. بعدم که ازش پرسیدم از کجا فهمیدی، آدرس پیج این آقا رو گفت. دیگه معروف شد. اون وقتم که ازش توضیح می‌خواد، مثل یه چوب نگاه می‌کنه. من معروفت کردم. آقا میزم رو نشکن. آبروم رفته. خب باشه، آبروت هم رفته، میزم رو نشکن. خدا پدرتو بیامرزه. خب، بعد چه اتفاقی افتاد؟ رفتی با ایشون قرارداد نوشتین؟ بله. کجا؟ دفترشون جردن. بعد قراردادی که بستین رو خوندین؟ من اینقدر هیجان عروسی رو داشتم، می‌خواستم زودتر کارا پیش بره، فقط امضا. قرارداد رو نخونده امضا کردی؟ بله. راستش انقدر دیگه فکر برگزاری مراسم و خوب برگزار شدنش بودیم که آخه خیلی موجهن آقا، ما اصلا فکر نمی‌کردیم که چی موجهن. الان من موجهم. خیلی موجهی، خیلی. ایشون توی قراردادش یه بندی گذاشته، شما مادام العمر بعد ماهی 50 میلیون تومان به ایشون پرداخت بکنید. داری بدی؟ 50 تومان داری بدی؟ صحبت نکن. چی میگی؟ نظرت. برای چی آخه آقای قاضی؟ ما فقط یه توافق مالی کردیم با هم. توافق مالی برای اینکه ما هزینه رو بدیم. خوندی تو قراردادش چی نوشته یا نخوندی؟ واقعا این بندو نوشته. نه خیر، اینو ننوشته. ولی سوالم الان اینه، برای چی نخونده قرارداد امضا کردی؟ ما اشتباه کردیم. ما اعتماد کردیم. وای خدا. وای بر من. وای بر من از این جمله. برادر من، هر انسانی در زندگی یه سری وظایف داره. مسئوله که این وظایفش انجام بده. آقا شما در قبال قرارداد عروسیت مسئولی. مسئولیت انجام ندادی، نخوندی قراردادتو، امضا کردی، بعد اومده اینجا میگه من اعتماد کردم. آقا بگو بی مسئولیتی کردم. چرا میگی اعتماد کردم؟ بله چشم، سهل‌انگاری کردی. آفرین، اینو بگو. بگو سهل‌انگاری کردم. چقدر بوده مبلغ قراردادتون؟ 400 میلیون. برای چند نفر؟ 200 نفر. 400 میلیون بده. ما تو فامیلمون برای با 400 میلیون برای 20 نفر میتونیم عروسی بگیریم. ولی حالا البته صلاح مملکت خیش خسروان دانن. من کاری ندارم. ما میخواستیم عروسی عالی باشه، فوق‌العاده باشه. خانم من عروسی گرفتم، فوق‌العاده بود. حیات همسایه مردونه، حیات خونه خودمونم زنونه. نفری هم یه پر چلوکه‌ها رو کوبیده دادیم. همه چی هم عالی بود، خیلی هم خوش گذشت. حالا اصلا میگم هر کسی خودش انتخاب میکنه، به من ارتباطی نداره، همینجوری گفتم. ولی شما نخونده قرارداد امضا کردی. متاسفانه. خیلی خوب، باش. خب آقای حیدری، چند سالت کارت اینه؟ من 8 ساله که کارم. الان چند سالته؟ 31. یعنی از 23 سالگی این کارو میکردی؟ 23 سالگی. بله. حتی با پدر کار میکرد. آه، شغل پدرم بله. همینه. بله. با پدرش کلا برداری میکنه. خیلی معروفه. از اعتماد مردم استفاده خب، میکنه. خب ببین، بعد باغ دارید برای برگزاری. بله بله. ما 5 تا باغ داریم که 3 تاش کردانه، 2 تاش لباسون. باغا جواز داره؟ بله، نمیشه نداشته. دفترت کجاست؟ کردان. خب، توضیح بده. جناب قاضی، این 2 نفر 1 ماه پیش تشریف آوردن دفتر بنده. مثل اینکه از طریق یکی از دوستانشون منو معرفی کردن. منم خیلی سرم شلوغ بود ولی قبول کردم. گفتن که تا قصدش قبولم نکنی، یعنی آخه خیلی سرم شلوغ بود. آره آقا یه کارنامه پربار داره. بله، اعتماد از کارنامه اعتماد من کاملا مشخصه. عکساشونو پخش کنه. شما تو فضای مجازی بزنید بهزاد حیدری، تمام نمونه کارهای من میاد. نه من دنبال چیزا نمیگم، چون وسعم به این چیزا نمیرسه هیچ وقت. حالا ما واسه شما یه پکیجایی داریم. نه که نه خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. خواهش. خب توضیح بده. تشریف آوردن دفتر من، نمونه کارا رو دیدن، قراردادو خوندن، با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. این نمونه کارا رو به شما نشون داد. اعتراض نکردی اینکه چرا فیلم دیگران داری به ما؟ من نیدم آقای قاضی. من اصلا اصلا خواهش کردم. حالا الان سوالم اینه، مثلا دیگران وقتی میان، حالا ایشون نگاه نکرده، بله، عروس و داماد وقتی میان دفتر شما فیلم عروسی دیگران رو بهشون نشون میدین؟ بله دیگه، به عنوان نمونه کار من نشون میدم دیگه. حالا ایشون نگاه نکرده، دیگر آقایون هم اگر به خانمشون بیان شما فیلم عروسی دیگران رو نمیدم به آقایون نگاه کنم. دروغ میگه آقای قاضی، نشون دادی؟ من فقط به همسرشون نشون میدم. بعد خیلی کم میگم که این کارهایی که من میخوام انجام بدم این جوریه. بعد اینا هم قبول کردن.
من بهشون گفتم 20 نوع غذا واسهتون میذارم، نمیدونم ماشینتون فلانه، نمیدونم چه ساعتیه، چه موزی، هم من رو واسهشون توضیح دادم، ایشون هم قبول کرد، قراردادم خون 50 میلیون تومانم کارت کشید به عنوان بیان. خودش میگه قرارداد نخوندم دیگه، قضاوت باشه آقای قاضی، میشه نخونی چون فقط مالی بوده، فقط یه قرارداد مالی ما امضا کردیم. چقدر بهش پرداختین اونجا؟ 5 میلیون من کارت کشیدم اونجا. الباقی رو قرار شد چجوری پرداخت کنین؟ الباقیش هم یه شب قبل از مراسم پرداخت کردم. آن تسویه کردین؟ تسویه کردم قبل مراسم، کل پول رو تسویه کردم. باعث بدبختی البته من. با حساب بدبختی چرا دروغ میگی؟ چرا اینقدر دروغ داری میگی؟ اصلا اشتباه از من بود جناب قاضی. اشتباه از من بود. تو عکسای عروسی رو اومدم توی دفتر من، اصلا نباید اینا رو میذاشتم بیام داخل. آبرومونو بردی، با آبرومو بازی کردی، دنبال چی؟ معذرت چی؟ مگه آبروی من برمیگرده؟ بس دیگه. تو با معذرت آبروی من برمیگرده؟ آبرومو بردی. چی میفهمی از آبرو؟ تو آبروی منو بردی. جناب قاضی من الان باید خارج از کشور میبودم. کلی کار داشتم، باید فیلم برداری عروسی بنده خدایی میکردم، الان اینجا رات میدن تو رو. قاضی به من گفتش کالسکه میخوام، گفتم اوکی واسه آماده میکنم. آقای قاضی این نامرد کارش همینه، این نامردی مردی که عاشق کارش همینه، کارش همینه که از اعتماد مردم سوء استفاده کنه، عکساش رو پخش کنه، این کارش همینه. خودش باباش کارش همینه، از اعتماد مردم سوء استفاده کنه. من هر چی واسه تو توضیح دادم به من گفتی چش. من به کسی چش نمیگم، من چش به هیچ کسی نمیگم. موقع گفتی صدا کن بیاد. آیا سرکی؟ اصلا؟ من چشم بگو نیستم به کسی، به من دهنه تو خطرناکه این آدم. آقا بله ببرش بیرون تشیفیه. من واقعا سرس کردم. آقای قاضی تو خدا تشیفیه. آقای قاضی اجازه بدین ساکت بشم، یه حرف نمیزنم. برو بیرون ببینم لطفا، برو بیرون، خواهش میکنم صحبت نمیکنم. برو بیرون، خواهشم بفرمایید بیرون. تو به من دهنه تو، به من دهنه تو، به من اون دهنه تو، تا فکتو نگونم پایین. بیا پایین صداتو بیار پایین. آقا چته؟ ای آقای سعید اسقرزاده است، درسته؟ بله. میخواد درس بخونه، باباش هم نمیذاره. بله خیلی آقای بازی چی نمیذاره؟ هنوز اول جلسه شما شروع کردی؟ موضوع پرونده ممانعت از تحصیل دیگه. شما اول صحبتهای ایشونو گوش کن، بعدن صحبتهای منو گوش کن، بعد قضاوت کن. تحصیل پسرش اصلا براش مهم نیست. یعنی چی؟ آقای بازی من پدرشم، دلسوزش هستم، صلاح دونستم. پدرم دقیقا همین کاره کرد. من معذرت میخوام، من میدونم که الان من خودم رو کنترل کنم، ولی شما همش دم از اشتغال زانی میزنین، کارآفرینی میزنین. حالا من بد کاری کردم، بچه خودم رو بردم سر کار گذاشتم، من دم از اشتغال زانی میزنم؟ برای چی عکس خصوصیشون رو منتشر کردی؟ جناب قاضی من عکس خصوصیشون رو پخش نکردم، گذاشتم توی صفحه خودم برای نمونه کار. اون میشه منتشر کردن تصاویر خصوصی دیگه. چرا این کارو کردی؟ با چه اجازه ای؟ من ازشون اجازه گرفتم. چه اجازه ای گرفتی؟ من گفتم که من میتونم بذارم، گفتم بله. من کی گفتم؟ همسرتون گفتن. نه همسر من، همسرتون گفتن. آقای قاضی گفتن اجازه داری؟ بله. الان نمیدونم چرا دبه کردن واقعا. هیچ وقت همسر من اجازه نمیده. من با همسرش صحبت کردم. آقای آسترکی بیارون آقا رو یه لحظه. بله نذار بره اونجا وایسا، همون جلو نگرش دار. چش. البته من بهشون گفتم دیگه، گفتم که قرارداد اینجوریه. صحبت نکن. شما به ایشون اجازه دادی عکسای خصوصی مراسم شما رو منتشر. دروغ میگه آقای قاضی، دروغ داره میگه. داد نزن، داد نزن. سعید آروم بابا داد نزن. آقای قاضی آبروم رفته. یه آره یا نه؟ تمام. بله خیر. نه من هم چه اجازه بهشون ندادم. یادش رفته جناب قاضی. تمام. آلزایمر که نداره. خب چرا عکس‌ها رو نشر دادی؟ برای نمونه کار، من میذارم اونجا ببینن مشتری. برو چه حساب؟ مگه اجازه داشتی این کارو بکنی؟ بله من تو قرارداد نوشتم. چی نوشتی تو قرارداد؟ نوشتم که به طور کامل من میتونم استفاده بکنم از چیزایی که دارم، عکس و فیلم. الان من بابت دزدی میخوام با شما قرارداد ببندم، میشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ دزدی چیه؟ دزدی بده. دزدی اصلا بده، کاری نداریم. دزدی جرمه. بله. آدم بابت جرم که نمیتونه با کسی قرارداد بنویسه که. بله. شما اصلا این قراردادت از اساس باطله. این بندی که اینجا نوشتی باطله. بله. برای چی؟ چون من میگم، چون قانون داره میگه.
چرا متوجه نیستی؟ اولا این که ببین، من اگر بخوام عکس هر آدمی رو توی فضای مجازی منتشر کنم، اول باید ازش اجازه بگیرم. بدون گرفت. اجازه نمیتونم این کارو بکنم. درست؟ من گرفتم ولی. نه، اجازه نگرفتی. هم خانم میگه هم آقا، به شما اجازه ندادم. بعد این بندی که شما داخل قرارداد گذاشتی از اساس باطله. شما بابت کاری که جرمه نمیتونی بند بذاری توی قراردادت. نمیتونی توافقنامه بنویسی. الان جرم همین 4 تا عکسی که من گذاشتم. دقیقاً خود جرمه. قبول داری اینو؟ نه. اینجا. بیا اونجا. آره. الان در همین لحظه همین آقایی که الان از اینجا رفت بیرون یه عکس خانوادگی شما رو تو فضای مجازی منتشر میکنه. شما ناراحت میشی؟ بله. احسنت بهت. قانون میگه این مصداق بارز جرمه. میگه شما اجازه نداری این کارو بکنی. بعد شما اومدی چیکار کردی؟ بابت این تازه قراردادم نوشتی، یه بندی هم گذاشتی. بله دیگه، این باطله. قانونی میشه؟ به نظرت قانونی میشه؟ بله. چون من با یکی از دوستام صحبت کردم که وکالت خوندن. خب گفتن که میتونه همچی چیزی رو بنویسی. من واسه همین نوشتم اینا. سلام منو به دوستت برسون. بگو قاضی گفت بابت کار خلاف قرارداد نمینویسن. این جمله یادت میمونه؟ بله بله. یه بار بگو من بشنوم. بابت کار خلاف قرارداد نمینویسن. آفرین. برو با سر جا تا بگم. چش. خانم من ببخش. من پکیج ماه عسل و فیری. برو وایس سر جا. آقا برو وایس سر جا. شیرین زبونی نکن. شما چرا هر دو شکایت کردین؟ به خاطر اینکه هر دو شکایت داشتیم میخواستیم که شما ترتیب اثر بهتری بدیم. یعنی اگه یه نفر شکایت میکردی من ترتیب اثر نمیدادم؟ نمیدونم. آقای بهزاد حیدری. بله. دو تا مطلب. اول این که بابت انتشار تصاویر خصوصی خانم اکرامی و آقای دلخوش 6 ماه حبس برات می‌نویسم. 6 ماه حبس؟ آره، 6 ماه میری زندان. من؟ میخوام من برم. ها؟ برای چی باید برم زندان؟ بود بری زندان. چون جرم مرتکب شدی دیگه. جرمت هم جمعی عموم. همون 4 تا دونه عکس. جرمه؟ 4 تا دونه عکس؟ آره. نه من دو جرم. واسه چی باید؟ حالا مطلب دوم. بهزاد. هم اسم من هم هستی. بله بله. آره؟ چقدر خوب. باعث افتخارم. ولی این دفعه از بدشانسیته. گفتی جواز داری؟ بس. من 1 سالم از فعالیت تو صنفت محرومت میکنم. یعنی اجازه نداری تو اون صنف کار چرا؟ میکنی. چرا جناب قاضی؟ من نمیفهم. 4 تا عکس من گذاشتم. من اصلا جناب قاضی باشون صحبت میکنم. من رضایتشون رو جلب میکنم. اصلا تأثیری نداره. خانم چه فایده‌ای داره؟ پکیج. الان عکس پخش شده من اصلا من واسه شما مجانی حساب میکنم. اوکیه؟ آقای آسترکی. جناب قاضی. یه پکیج ماه عسل برای آقای آسترکی بنویس بهش بده، شاید به لطف خدا قسمتی بشه ما فقط یه 10 روز آقای آسترکی رو اینجا نبینیم. خب؟ بله چشم. امیدوارم این اتفاق بیفته. آقای جعفر در شرفه. آن جعفر در شرفه. راست میگی، راست میگی. نه خیلی گرونه، خیلی پکیجاش گرونه آسترکی. به کار ما نمیاد. زحمت شو بکش. نه جناب قاضی واسه چی کجا آمد دارم الان؟ نه یه لحظه شما یه دقیقه من با جناب قاضی صحبت کنم. جناب قاضی خواهش میکنم ازت ننویس. دست رو میزنه. دست رو میزنه. ببرشون بر. خواهش میکنم. جناب قاضی. آخه واسه چی من باید برم زندان آخه؟ برو ببینم. آقا تو رو خدا ننویس. جناب قاضی. یه لحظه واسه من یه چیز بگم. جناب قاضی. دستتون درد نکنه آقای قاضی. خواهش میکنم. من میتونم برم؟ بفرمه. خانم کجا داری میری؟ میخوام برم پیش همسرم. پیش همسرتون کجا؟ بفرمی بیرون. بفرمی بیرون.
ایشون هم میان؟ بفرمایید خانم. بله بله بله. خیلی ممنون. باز ترکه همه این کن بگو بذاره بره. چشم خانمش منتظر جلو دار. چشم آجا.